آقای سارمیفر بگین که خروج روسیه از ایستگاه بین‌المللی چه تبعاتی میتونه داشته باشه، تبعات غیر قابل جبرانی داره یا کشورها میتونن پوشش بدن اون رو؟ بله، ببینید در ایستگاه فضایی در واقع همکاری بین‌المللی که هر کسی یه کاری انجام میده. کار آمریکا اینه که به همه برق میده، یعنی انرژی رو تامین میکنه، یا مثلا فعالیت پشتیبانی انجام میده. کار روسیه هم اینه که مدار رو تنظیم میکنه. پیشتر هم گفته بود آقای روگوزین که ما میتونیم ایستگاه فضایی رو از مدار خارج بکنیم. این تهدیدش البته تهدید واقعی هست، اما جدی به این معنی که قابل پیشگیری باشه قابل پیشگیری نباشه نیست، چون همین الان هم شرکت نورتروپ گرومن میتونه این کار رو انجام بده، هم شرکت اسپیس ایکس میتونه فعالیتی که روسیه داره به همه خدمتی که به همه انجام میده رو انجام بده. هر کسی توی ایستگاه فضایی ماژول خودشو داره، مثلا اروپایی ها، ژاپن، آمریکا و روسیه که در داخل اون ماژول ها کارهای خودشون رو انجام میده. مثلا آقای تیم فضانورد در حقیقت توریستی که هفته پیش فرود اومدن خیلی از خدمات روسا استفاده کردن در داخل اون ماژول. اگه ماژول بسته بشه مشکل زیادی به وجود نمیاد و مسئله ای کاری که روسیه داره انجام میده هم قابل جبران هست با کمک های شرکت نورتروپ گرومن، فضاپیمای سیگنوس و اسپیس ایکس فضاپیمای دراگون میتونن ایستگاه فضایی در مدارش مستقر بکنن. احتیاج سرمی فروزنامه نگار تکنولوژی از رایجان، ممنونم از شما.